هفته گذشته یه حجم زیادی واردات داشتیم ما، تا پایان هفته جاری هم ما بیش از 6 میلیون بطری از این آنتی بیوتیک های خوراکی رو داریم وارد میکنیم. اون هفته گذشته اون 50 تن رو میفهمید؟ بله 50 تن. 50 تن برای چه مقدار مصرف؟ ببینید تقریبا حدود 1 میلیون بود فکر میکنم برای حالا اگر الگوهای مصرف متفاوته، حدودا شاید بگم اگر با این شرایط تند مصرف در نظر بگیم دو هفته، اگر با محاسبات خودمون یک ماه، برامون 6 میلیون بر توزیع شده الان. نه 6 میلیونی که میاد بله این آخر هفته میاد، خب عدد بزرگیه دیگه. بله عدد رو ما آوردیم که بازار یه مقدار آروم میگیره. ما احساسمون البته این بود که با این مقداری که میاد کفایت رو بده، حجم خوبیه این اگر بیاد در بازار تزریق بشه، در کنار تولید داخلی که در گزارش پخش کردی سه شیفت داره تولید میشه. بله. واقعا ظرفیت داره میره بالا. به هر حال الان همه زنجیره تامین دارو شرکت های تولید کننده این صدا رو شنیدن که باید این کار رو بکنن، تمام قد دارن تولید رو انجام میدن. ماده اولیه هم مشکل نداشت، ماده اولیه موجود بود، زمان بین تولید و عرضه ذره زیاد بود از لحظه در واقع تولید تا تولید محصول نهایی و عرضش این زمان برد و اون چند ماهی که اون دو بزرگوار دو شرکت بزرگوار کوتاهی کردن و تأمین رو بر حد نیاز انجام ندادن، ما این تضمین رو مردم عزیزمون میدیم که حتما ظرف این هفته یا هفته آینده مشکل آنتیبیوتیک های خوراکی حل بشه، مشکل سروم تزریقی ما حل بشه، مشکل شربت آستامینوفن، بروفن، اینها ما همه اینها رو داریم در واقع دنبال میکنیم که اینها چون میدونید حالا من بد نیست بگم خدمتتون این داروهایی که من اسم آوردم داروهایی هستن که به عنوان داروی حمایتی استفاده میشن، معمولا تو زمستون اینا مصرفشون زیاد میشه. الان این افزایشه یه مقدار غیر منتظره بود و مصرف رفت بالا، الحمدلله مصرف کمبود کلیش رفع شده، مقطعیه.